بسم الله الرحمن الرحیم. حبیب‌الله تیموری هستم، فارغ التحصیل 15 انجینری دپارتمنت شهرسازی و در شهر زیبای و باستانی هرات فعالیت میکنم و افتخار از این دارم که در شرکت بین‌المللی اونکسوم و صنعت زیبای نتورک مارکتینگ را دقیقاً 5 ماه پیش شروع کردم. نتورکی که در جامعه سنتی افغانستان جای آنچنانی نداشت و هیچ کس از نتورک تعریف درستی نداشت و من روزی که شروع کردم این کار دقیقاً خودم هم برداشت درستی نداشتم از نتورک و اصلاً جایگاه نتورک مارکتینگ را در بقیه دنیا هم نمیدونستم چی رقم هست و چه جایگاهی دارد و وقتی هم که شروع کردم داخل خانواده همگی مخالف از این کار بود. حتی کار ما جایی کشید که ما مجبور شدم برای فعالیت در صنعت زیبای نتورک مارکتینگ، صنعتی که به از او میتونستم تغییرات آینده خود را تضمین کنم، میتونستم آینده نسل بعد از خود خود تضمین کنم و یک نیاز مبرم در زندگی روزمره خود به او داشتم، گفتم به هر طریق شده باید صنعت زیبا را شروع کنم و برای شروع نتورک مارکتینگ من مجبور شدم که حرفه را حدود 2 ماه مخفیانه پیش ببرم از خانواده. ما 5 ماه فعالیت ما شروع شد، یعنی 5 ماه پیش، و کل نتیجه که ما گرفتم داخل 3 ماه بود. 3 ماه یعنی نتیجه الان تست ماشینی که من زدم، این پول ماشینی که من در آوردم، یعنی موفق شدم اولین تست زندگی خود را در زندگی نتورکی خود بزنم، فقط 3 ماه طول کشید تا ما در این سرحد برسم که تونستم یک شبکه خیلی بزرگ پردرآمد برای خود راه اندازی کنم و فلش 1000 تایی رو بزنم و اولین تست ماشین خود بزنم و شک ندارم این اولین و آخرین تست ما نخواهد بود، در زودترین فرصت تست های بهتر از این میزنم و خیلی خوشحالم که از کسی که مرا در این صنعت معرفی کرد، کسی که مرا آورد یک شیوه جدیدی زندگی کردن آموخت. خوشحالم که با همچین آدمی آشنا بودم، دوست بودم و داخل لیست از این نفر به صورت خلاصه برنامه ریزی شده قرار گرفتم و حال شدم یک نتورکر موفق. درست هم برای از اینکه در این موفقیت برسم مجبور شدم با خیلی ها بجنگم، از خیلی ها نه بشنوم و خیلی ها تلاش کردن مرا ناامید کنن تا من از این حرفه دست بکشم، وقت خود نگذارم، ولی من دقیقاً متوجه بودم که زندگی مرا فقط نتورک میتونه تغییر بده. باینری، مفهوم باینری میتونه داخل زندگی من تغییرات بیاره. معنی اهرم که در داخل نتورک با بهترین شیوه خود به کار برده شده میتونست برای من یک زندگی خوب را برمقام بیاره. دلیلی بود که من نتورک شروع کردم. درسته مثلا در اوائل من حتی مجبور بودم که سر یک سفره با اعضای خانواده خود نان نخورم. بخاطر چی؟ بخاطر که اونا فکر میکرد من در یک راه غلطی قدم گذاشتم و حتی وقتهای شده که من وقتی نان خوردن سر سفره بلند بشم و برم به اتاق خود غذا بخورم، مبادا اینا نیش و کنایه از اینا من از فعالیت باز داره. خیلی ها برای من گفت تو پول خود به آب انداختی، خیلی ها برای من گفت تو در یک شرکت کلاهبرداری رفتی، خیلی ها به هر طریقی خواست من را از صنعت نتورک دور کنه، ولی من صنعتی رو که شروع کردم باور داشتم و به قدرتی که داخل شبکه نهفته پی برده بودم و میدانستم که زندگی من را تغییر میده. به شما هم دوستای عزیز توصیه میکنم، کسایی که کلیپ ها میبینن، کسایی که درباره اونکسوم میخواید اطلاعات به دست بیارن، کسایی که میخواید دنبال در دنیای نتورک دنبال افراد و اشخاص موفق بگردن، برای شما یک نکته رو میگم: مخالفین امروز شما همکارای فردای شماست. پس شما هر طور شده داخل نتورک ثابت قدم باشید، اهدافی رو که داخل نتورک دارین دنبال کنین و ویژنایتون رو یکی یکی تیک بزنین. امروز 20 برج 11 سال 1397 است. ویژنی که من فعلا دهش رسیدم، تستی که من فعلا زدم، ماشینی که فعلا من خریدم، ویژن نوروزی من بود از روزی که نتورک شروع کردم، ولی من حدود 1.5 ماه 2 ماه زودتر به اون ویژن رسیدم. تست ماشین خود زدم،
پس شک ندارم نتورک جواب میده. شک ندارم قدرتی که داخل نتورک نهفته است یک قدرت واقعیه، میتونه زندگی هر کسی را تغییر بده. درسته سختی خودشو داره. شما میخواین در هفته 12000 دلار بگیرین یا 36000 دلار در هفته بگیرین، باید بهای اونم پرداخت کنین، باید افراد و اشخاصی رو که داخل صنعت میارین به موفقیت برسونین، باید با منفی با افراد و اشخاص زیادی مبارزه کنین. منفی هایی که از درون و بیرون، از داخل خانواده، منفی هایی که از رفتار و طریقه برخورد دعوتی های احتمالی شما برای شما تأثیر بذارن، باید با همه از اینا مبارزه و مقابله کنید. نتورک یک صنعتی نوپا در دنیاست که فقط 70 سال و یا الی 80 سال از تاریخ شروع از این در دنیای جهان اول میگذره. ما که در جهان سوم نتورک رو شروع کردیم که حداقل 300 سال از جهان اول عقب است. یعنی ما 370 سال از جامعه فعلی خود جلو هستیم، صنعتی رو شروع کردیم. پس طبعا مخالفین خودشا داره و موافقین خودشا داره. و از اونجایی که صنعت نتورک در افغانستان در حال رشد است و تازه به چشم مردم میآید و هم موافقینش داره زیاد میشه و هم مخالفینش، ما کار نداریم چه تعداد افراد مخالف است و چه تعداد افراد موافق. ما به این کار داریم که نتورک همان چیزی است که ما در زندگی به اون نیاز داریم. نتورک میتونه به سادگی تو رو به اون رویاهایی که داری برسونه. من 12 سال مکتب درس خواندم، 4 سال دانشگاه 15 انجینری درس خواندم که ساختمانهایش هم از این قابل رویت است، ساختمانهای دانشگاه. ولی اون چیزی رو که نتورک در 5 ماه برای من داد، دانشگاه و مکتب در 16 سال ندار. من زمستان بارسال کسی بودم که ولسوالی زندجان پروژه سرکسازی کار میکردم. من از انجینری مثلا پشت کانکور که بودم یک برداشت دیگه داشتم. راه رسیدن به آرزوهای خود از طریق انجینری میدیدم، از طریق دیپارتمنت شهرسازی میدیدم. ولی وقتی آمدم دیدم نه، دانشگاه او چیزی نیست که من ازش تصور داشتم و انجینری او چیزی نیست که من رو بتونه در او چیزی که میخواهیم برسانه. صرف کارهای کارمندی برای ما پیشنهاد میکنه و به هر سطحی که میخوای درس بخونی. تو رو یک برده بار میاره، برده مدرن. تو باید رئیس داشته باشی، تو باید در زمانهای مشخص سر کار و وظیفه خود حاضر باشی. در حالی که نه، نتورک اینطور نیست. تو خودت تعیین میکنی که رئیس خودت باشی، با کی کار کنی، کدوم ساعتها کار کنی و با کیا کار کنی. پروژه سرکسازی که ما کار میکردم 2 کیلومتر سرک بیشتر نبود، 1.5 ماه پروژه از او طول کشید. ما وقتی مونس کمک انجینر یا اسیستانت انجینر اونجا کار میکردم، میدیدم که مثلا بزرگ محل میان سر انجینر عقده خود خالی میکنه، موتورای بارکش میان سر انجینر عقده خود خالی میکنه، رئیس پروژه میان سر انجینر عقده خود خالی میکنه، انجینر ناظر از هبیتات و ارگانهای دولتی می عقده خود سر انجینر خالی میکنه. در کل از رشته انجینری دلزاد شدم و خدا را شکر میکنم که تونستم نتورک شروع کنم و خوشحال تر از این که من کسی پیدا شد که در این حرفه ورد و از او خوشحال تر یه که من تونستم در مدت 3 ماه بهترین نتیجه خود بگیرم. خلاصه نتورک باید کار کرد، نتورک باید باور کرد، نتورک باید به عنوان یک پله برای رسیدن به اون چیزی که در زندگی از خود توقع داری قبول داشت. و شک نکن یک روزی ویژنات به زودترین وقت تیک میخورد و تو میشی سلطان نتورک و تو میشی دقیقا همون کسی که میتونه یک تکیگاه برای خانواده خود باشه، میتونه یک تکیگاه برای جامعه خود باشه، میتونه با توان اقتصادی بالا برای نسل آینده خود کار کنه. نه مجبوری برای کسی بردگی کنی، نه مجبوری برای معاش یا پول ماهانه خود حاضری امضا کنی و یا پیش کسی خموراز شی مبادا تو را از کار فیل کنه.
ولی نتورک این حالت نیست. نتورک تو همیشه برای خودتی. داخل نتورک تو میتونی به هر چیزی که بخوای برسی، به شرطی که نتورک باور کن، به شرطی که نتورک به عنوان یک ابزار قدرتمند در زندگی روزمره خود به رسمیت بشناسی. و شک نکن که یک روزی نتورک میشه به عنوان تنها ابزار درآمد اقتصادی. برداشتای مردم از مردم عام از نتورک درست خوب نیست، ولی ما کسایی هستیم که میتونیم نتورک در افغانستان بنیانگذاری و تهداب گذاری کنیم. توصیه که در آخر برای شما عزیزان دارم این است که نتورک اول باور کن، دوم وقت خود پای نتورک صرف کن، سوم نتورک هر آن چیزی که بخوای به تو خواهد داد. شک نکن، هیچ وقت به کاری که داری شک نکن. تشکر.